امروز این سیاحتنامه شاردن رو آورده بودم خدمتتون، مفصل ترین سیاحتنامه از بین همه مستشرقینی که در روزگار صفوی به بعد آمدن از شاردن است. این مرد روزگار صفویان شاه عباس دوم به ایران آمده، یک فصلی پرداخته در باب ایرانیان که بخشای خیلی خوب هم گفته، انتقادهای شدید هم کرده. میگوید که بله و این از جمله عیب‌های ایرانیان است، یعنی فحش دادن، سخن زشت گفتن. این جماعت مهیلترین، مزورترین، فریبکارترین، متملقترین اقوام جهانند و برای رسیدن به مقاصد خیش نزد صاحبان مناسب چندان خود را پست و خار و کوچک می شوارند که به وضع نمی گنجد. مثلا با صورتی حق به جانب به بزرگان اظهار می کنند اون چه بر زبانشان می گذرد و بیان می فرمایند همان است که در دل ایشان است و برای باوراندن گفته خود به دروغ ده ها سوگند می خورند، ولی همین که به مراد رسیدن و خرشان از پر گذشت به عیان اظهار می دارند که این همه فروتنی و منقبت سرایی را فقط به خاطر رسیدن به مقصود به جا آورده اند. آنان چنان در کار فریفتن صاحبان مناصب ورزیده اند که عقل از تصور آن عاجز است. مثلا برای اینکه مدیحه گویی و تحسین و آفرینشان در خاطر شخصیت مورد نظر کاملا طبیعی و دور از مداهنه و مجامله جلوه کند، هنگامی به تعریف و توصیف زبان میگشایند که از جای خارج می شود و یا از کنارش می گذرند و چنان می گویند که صداشان به گوش شخصیت مورد نظرشان برسد. بنابراین اونچه گفتیم، ایرانیان در دغلکاری، فریبزنی و دروغگویی سخت دلیر و بیباکند. برای جلب کمترین سود و دفع و رفع کوچکترین زیان ده ها سوگند می خورند و به عاریت می گیرند و پس نمی دهند و اگر بتوانند کسی را بفریبند دمی درنگ نمی کنند، عهد خویش را نمی پایند، به تعهدات خود عمل نمی کنند، در کار بازرگانی صداقت ندارند و همیشه طرف را مقبول می کنند، در اندوختن مال حریصند و برای کسب شهرت و بلندنامی به هر وسیله متوسل می شوند و چون غالبا نمی توانند وارسته و متقی باشند، به تقدس و پارسایی تظاهر می کنند و اون را از جمله راه های مؤثر برای رسیدن به شهرت و سوداها و شهوات خود می شمارند. سخن کوتاه، قومی متظاهرند و جز اون چه می نمایند می باشند. برای اینکه خدا در انظار پرهیزگار و اهل دین و یقین نشان دهند، رعایت ریاکاری و سالوس را اگر هنگامی باران می بارد در گذرگاهی به کسی که همدی نشان نیست نزدیک شوند، تند و شتابناک از او دور می شوند و دامن بر می چینند تا لباسشان به لباس او نخورد، زیرا بر این باورند که پوشاک تر غیر مسلمان نجس و ناپاک است. در ظاهر رفتار و کردار ایرانیان شایسته و سنجیده است، در راه رفتن متین و باوقارند، هر زمان باید طهارت و غسل کنند، در ظاهر متورع و پرهیزگارند، مدام نام خدا را بر لب دارند، زبانشان به کلمات زیبای روحانیت و سخنان دلنشین و آموزنده جاری است، از عظمت و جلال و قدرت خدا دم میزنند، مروت و مردانگی را میستایند، اما در مجموع چنان که مینمایند نیستند و خیش را بالاتر و منزه‌تر از اون چه هستند میپندارند. این یکی از بخش‌های شاردن بود، در حدود 400 سال پیش به ایران آمده، در روزگار صفویان، بخش مفصلی است، از فضیلت‌های ایرانیان هم گفته، البته که براتون خواهم خوند، بسیار شیرین و جذاب و جالب هست، وقتی زیادی